میگه رفتم پیش این، یعنی که دارم میگم از این افراد زندن اومدن جلو دوربین مصاحبه کردن، منتها صلاح نیست فعلا پخش بشه، دست من هم نیست، دست من بود حتما پخش میکردم. خب یعنی من میگم مردم باید بدونن، من میگم اصلا اینم موجب اشاعه دیگه، تمام زندگی مردم رو داره میگیره، منتظر کی دیگه شماها. آ طرف میگفت من رفته بودم سوریه، آدم عوضی رو نگاه کنید، رفتن زیارت کجا سوریه کجا میرادم، زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه، میگه من خانواده رو پیچونم رفتم کاواره تو سوریه. این آدم دیگه چقدر باید درجه پدر سوختگی های لول باشه. خب بعد میگفت 3 سال بعد پیش این فرد، این آقای رشین که اعدام شد، پیش این بودم، میگفت گوشی موبایلش رو در آورد، عکس رابطه جنسی من با اون فاحشه توی اون کاباره رو به هم نشون داد تو گوشیش. میگه من همینجوری مات مونم، عین عبارت این فرد استاد که این بود. میگه من گفتم تو کی حاجی، با اون لحظه همونجا اون منطقه، تو کی حاجی، تو خدایی پیغمبری، اون همین رو میخواست. حالا به چیز بهتون میگم، اون عکس تو اون گوشی بگید هست یا نیست؟ نیست، این اونجوری دیده. فهمید چی شد؟ سیمیا کرد. طرف میگفت زمانی که این آدم بازداشت بود، توی سلول بود، این مریداش میمدن میگفتن این چیه شما چجوری اینو بازداشتش کردین، این شب اومده خونه ما، دیشب اومده خونه ما، خدا گواه میرم. میگفت طرف میگفت ما نشسته بودیم سر سفره، از وسط لوس میومد تو وسط سفره. میگفت من رفتم استحمام کنم، قطره های آب بود میریخ رو همدیگه یوی میشد این. حالا چیه؟ این واقعا کجاست؟ توی سلولشه. اینا چی دارن میبینن؟ جن دارن میبینن. چون کاملا مسحورن، چون مقلدشن، چون به فرمان او 1000 گناه انجام دادن، 1000 توهین مقدسات کردن، دیگه برش باده. تو سلول هم داره اینا رو اذیت میکنه. یعنی اون حضور فیزیکی اونجا اینجوری میدیدن. یه نفر شیشه میکشه نمیبینه آدم؟ توهم نمیزنه؟ خیال این حوزه خیال حوزه خیال حوزه خیلی قویه ها، یه جای از عالم واقع قوی تره، حسش عجیب تره. شما تو خواب، یه تو خواب و خیال، تو حوزه، تو خواب مثلا اصلا یه لذتایی رو بعضن درک میکنی که تو بیداری نمیتونی، یه زجری تو خواب میکشی که تو بیداری، یه جا افتادن میخوای حرف بزنی نمیتونی حرف بزنی، میخوای راه بری نمیتونی راه بری، خیلی به قولی زداله ها. این اینجوریه، اینا اینو میدیدن. من یه مورد برای شما نقل کنم، اینم یکی از همین ماجراست میگم. این فرد، همین فرد، این جز قدرشون بود و من در یه پرونده این شدم با واسطه، یعنی یکی از افرادی که روی این پرونده این کار میکرد اومد پیش من گفت آقا این فیلم بازجوییش، من همه رو نشستم نگاه کردم، این داستانش و فلان و همان اینجور چیزا، حالا با مراوده برقرار شده، یه سری من مطالب علمی هرچی داشتم بهشون دادم و یک روحانی چیز کارشناس داشتن، یعنی زیاد حالا بگذاریم. این یک مرتبه 40 نفر اینا رو جمع کرده بود توی گاوداری. خوب گوش کن، توی خونش اصلا تو گاوداری بود، نزدیک اون شهری که اونجا بود. بعد میگفتش که ما 40 نفر رو جمع کرد، 30 نفر 40 نفر چیزی تو ذهنمه. میگفت یک دختری آورد اومد خونش، میگفت ما هیچ کدوممون به زیبایی این دختر، دختری تو عمرمون ندیده بودیم. زیبایی یه مسئله چیه؟ نسبی و سلیقه‌ایه. چرا همه اینا اونو زیبا دیدن؟ این یه چیز دیدن. میگفت این، عذر میخوام از محضر شما، و این برهنه شد. گفت اصلا ما حواسون پرت شد. میگفت قبلش به ما میگفت، این به ما گفت بیاید قرآن بخونید. ببین این هدفش چیه؟ میگه تا این اومد ما همه میگفت قرآنشو بس. من همینو میخواستم. بعد میگه این به یک باره پوزش جمع شد، عین میمون شد. اینی که دارم برای شما نقل میکنم نه یک نفر بگه، چند نفر نقل کردن اینو؟ 30-40 نفر آدم. خب اینه میمون شد. بعد میگفت عین مار میخزید، از تو شومینه میخواست بره بیرون، نمیتونست بره. میگفت ببخشید عذر میخوام، فضله مینداخت اونجا که نشسته بود، قندون چینی بود، گفت اندازه این قندون، گفت مدفوع ازش میافتاد. میگفت از موی سرش نجاست میریخت. بعد میگه این گفتش که باید ما اینو پاکش کنیم، همین جنگیره. و چیکار کنیم؟ گفت باید رو سر این ادرار بکنید. ما دونه دونه نفر اومدیم بالا سر این ادرار کردیم، نشسته بود. ببین نجاست در چی؟
نجاست. بعد میگه یهویی میگفت آب جوش تو قابلمه روی گاز داغ میکنم تون تون، میگفت آب جوشی که به نزدیک قلقل رسیده بود به جوشه، میگفت ما میریختیم رو سر این هیچیش نمیشه، میگفت اینو باید بریزید رو سرش. خب چه هدفی داشته چی میشده نمیدونم، من نمیدونم حتی آب جوش اونجا چه اثرش. میگفت میرفت مدفوع سگ میآورد، سگی داشتی همون گاوداریه، میگفت مدفوع سگ و آها مینداخته اون آب جوشه میریخت رو کله این بود. این سگ، ببینید احکام اسلام در مورد سگ چیه، تو همه خونه ها وارد کردن، قد خوشگل و نرم دارن این کارا رو میکنن. بعد موی سگ به لباست باشه نمازت قبول نیست، عین نجاسته سگ. بعد حالا چی؟ میگه به یک بار به ما گفت ما اشتباه کردیم، روح حضرت مریم در این دمیده شده، اشتباه کردیم، مثلا اشتباه اینو گرفتم. میگه این یهویی ورداش خودشو پوشوند و یه چادری به نقطه سر این، بعد گفت همه تون باید به این سجده کنین. میگفت این آمار 40 نفرمون به غیر از یک نفر که اونم بسش جدا سوری ماجر دیگه داره که دست و پاش میشکنه پرتش، میگه دختر 40 کیلو اینو بلند کرد، دختر 40 کیلو اینو یه دستی پرتش کرد کنار دستشی افتاد زمین، دست و پا شکست. میگفت این بابا بوکسر بود، یک جد درشت امتازه داشت. میگفت ما مات مونده بودیم. میگفت گفت به این سجده کن، اونم دست و پا شکسته بود، میگفت نتونست بیاد. میگفت ما گفتیم اشتباه، میگفت تمام اون حالا اگه 40 نفر بودیم 39 نفرمون سجده کردیم چی؟ این خودش اعترافاتش چی میگفت؟ میگفتش که او از من خواست، گفت من اگه این کار جدیدو از من میخوای باید یه کاری من میخوام، دوست دارم بهم سجده کنم. ببینم اون داستان اون سجده شوخی نیست، داستان اون سجده بازی نیست، اون سجده اولی اسجدول آدم. خب اینا که دارم میگم مستنده، یعنی فیلماش ضبط شده، طرف اعترافاتش همه هست فلان. خیلی هم سخت، من با مدیر کل اطلاعات اون استان اون سال یا آقایی بود صحبت کردم، توی همایش اومد، این پرونده دست وزارت اطلاعات بود، پرونده این آقای رشین دست او بود، من همون سالا باش صحبت کردم و گفتم آجا اینا که میگن این طوری بوده اون طوری بوده این چجوری، و میگفت بله، یعنی از